خوش به حال رحیمان، خوش به حال کسانی که تو ترجمه دیگه نرم خو هستن، خوش به حال کسانی که دنبال جنگ و دعوا نیستن، خوش به حال اونایی که روحیه فروتن دارن، خوش به حال اونایی که دنبال صلح هستن، خوش به حال اونایی که از تمام حق و حقوقای خودشون میگذرن، خوش به حال کسانی که میتونن حق قانونی خودشونو بگیرن ولی گذشت میکنن، خوش به حال این که برای اینکه حق قانونی که حق مسلم اوناست، حق با اوناست، از هر طرف از آسمان نگاه کنی و از زمین نگاه کنی حق با اونا هست، ولی سر این حق با کسی دعوا نمیکنن و نمیخوان اون حقی که به زور ازشون گرفته شده برن به زور به چنگ بیارن، در صورتی که اگه دعا بکنن چون حق با اونها هست خدا کمکشون میکنه، ولی خوش به حال اونهایی که به خاطر خداوند از این هم گذشت میکنن، خوش به حال کسایی که وقتی باشون بدرفتاری میشه، بهشون ظلم میشه، بهشون فحش میدن، مقابله به مس نمیکنن. خوش به حال کسانی که وقتی داد سرشون میزنن، اینا داد نمیزنن. خوش به حال کسی که وقتی باشون بدرفتار میکنن، پرخاشگری نمیکنن. خوش به حال کسانی که وقتی پر میشن، این پر بودن خودشونو با تسلی روح القدس سبک میکنن و این پر بودنشونو سر این و اون خالی نمیکنن. خوش به حال اینها، خوش به حال این نرم خوها، خوش به حال این حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوش به حال کسانی که گذشت میکنن، خوش به حال کسایی که به این دنیا تعلق ندارن، خوش به حال تمام کسانی که دنیا اونها رو طرد میکنه، خوش به حال تمام کسانی که دنیا چشم دیدنشون رو نداره، خوش به حال تمام کسانی که دنیا میگه برن گمشن، وقتی دنیا اونها رو طرد میکنه خداوند اونها رو برمیداره. خوش به حال تمام کسانی که این فقر رو دارن و این روحیه رو دارن که مقابله به مس نمیکنن. خداوند میگه اونها وارث زمین میشن. چطور وارث زمین میشن؟ اینا که حق خودشون رو نباید بگیرن. کلام میگه خوش به حال اینا که نایستادن به زور بخوان حق خودشون رو بگیرن، به زور نمیخوان حرف خودشون رو به کرسی بنشونن و دنیا اونها رو طرد میکنه، هیچ کس اونها رو نمیخواد، حتی شاید بین ایمانداران هم محبوب نباشن. بعضی شاید میگن ولش کن، این احمق، این خاک تو سر، این خنگه، این نمیفهمه. ولی خداوند میبینه. خوش به حال این کسی که این طور روحیه فروتنی داره. چطور خداوند میگه، چطور امکان داره وقتی که همه او رو رها کردن چطور وارث زمین خواهد شد؟ به خاطر اینکه وقتی با آسمان وصله، وقتی داره اراده پدر رو انجام میده، هر حکمی بده حکمیه که از روی اراده پدره و هر حکمی بده چون در آسمان انجام میشه به روی زمین نیز کرده خواهد شد. پس برای همین خداوند میگه این حلیمان، اینهایی که مثل پسر محبوب من دارن رفتار میکنن در فروتنی، در نرمخویی، وارثان زمین خواهند شد، چون وقتی درهای آسمان رو باز میکنن درهای زمین نیز باز خواهد شد. وقتی وارث آسمان هستن وارث زمین نیز خواهند بود. اینا وارث ملکوت خداوندن. ملکوت خداوند نه فقط در آسمان بلکه زمین هم از آن اوست و زمین و آسمان و پوری آن و پوری رب مسکون هر چی که هست از آن خداوند. آمین. وقتی که اونها فرزندان مطیع پدر هستن وارث زمین نیست خواهند بود.